یازدهمین گزارش شاخص جهانی تروریسم از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح بر این واقعیت تاکید دارد که مرگ و میر ناشی از تروریسم 22% افزایش یافته است. ابتدا جزئیات بیشتر را در گزارش ببینید. در یازدهمین گزارش شاخص جهانی تروریسم که از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح IEP منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که مرگ و میرهای ناشی از تروریسم در سال 2023 میلادی در سرتاسر جهان 22% افزایش یافته است. این در حالی است که موارد مرگ و میرهای ناشی از تروریسم در افغانستان و عراق با کاهش کم سابقه ای همراه شده است. آخرین ارزیابی مؤسسه اقتصاد و صلح IEP از صلح و امنیت جهانی که به تازگی منتشر شده، به صورت مشخص روندها و الگوهای کلیدی جهانی پدیده تروریسم را شامل می شود و بیانگر این حقیقت است که تروریسم در سطح بین المللی 22% افزایش یافته، اما تعداد حوادث تروریستی کاهش 22% داشته است. بر اساس این گزارش، طی سال 2023 میلادی مرگ و میرهای ناشی از تروریسم با افزایش 22% به 8352 نفر رسیده و همکنون به بالاترین میزان خود از سال 2017 تا کنون رسیده، هرچند این میزان 23% کمتر از نقطه اوج آن در سال 2015 بوده است. لازم به ذکر است که مجموع حملات یا حوادث تروریستی که کاهش 22% داشته به 3350 مورد در سال 2023 رسیده و پاکستان با 490 مورد حمله بیشترین حوادث را در بین کشورهای جهان به ثبت رسانده است. نکته شاخص و مورد توجه در این گزارش، اگرچه حکایت از افزایش مرگ و میر دارد، اما بیانگر کاهش تعداد حوادث است که بر این حقیقت تاکید دارد که چگونه تروریسم متمرکزتر و کشنده تر شده است. این در حالی است که در سال 2023 تعداد کشورهایی که مرگ و میر ناشی از تروریسم را ثبت کردند، از 44 کشور در سال 2022 به 41 کشور کاهش یافتند. در گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح IEP همچنین آمده است در 13 سالی که شاخص جهانی تروریسم از سوی این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و پوشش داده می شود، این نخستین بار است که کشوری غیر از افغانستان یا عراق در صدر این شاخص قرار گرفته است. بر اساس گزارش مذکور، مرگ و میر ناشی از تروریسم در بورکینافاسو در سال 2023 میلادی با 68% افزایش در رده اول قرار گرفته، جایی که در 13 سال گذشته به افغانستان و عراق اختصاص داشت. گفتنی است که عراق با 99% کاهش موارد مرگ و میر ناشی از تروریسم شاهد بهبودی قابل توجهی بوده و افغانستان نیز رشد چشمگیری در این خصوص داشته، به گونه ای که مرگ و میر ناشی از تروریسم 84% و حوادث تروریستی 75% از سال 2007 کاهش یافته است. ساعتی پیش طی ارتباطی که با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم، نظر ایشان را در رابطه با 11 گزارش شاخص جهانی تروریسم که از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح IEP منتشر شده و دلایل افزایش 22% مرگ و میر ناشی از تروریسم جویا شدم. با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را ببینیم و بشنویم. با عرض سلام و درود خدمت بینندگان برنامه خوب شما، در رابطه با گزارشی که مربوط به ارزیابی مؤسسه اقتصاد و صلح IEP هست که مدعی هست سطح در واقع تروریسم در سطح بین‌المللی 22% افزایش پیدا کرده، ولی خب تعداد فعالیت‌های تروریستی 22% به همون میزان رقم کاهش نشون میده. ما برای درک درستی و ارزیابی خیلی دقیق از این گزارش نیازمند ارائه یک تحلیل خیلی مختصر هستیم. این تحلیل در ابتدا ما رو متمرکز میکنه روی تحولات عمده که با آغاز سال 2000، یعنی دو دهه قبل، تقریبا محیط خاورمیانه رو، بخش مهمی از خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار داد، یعنی با شروع حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و نابودی طالبان و در واقع القاعده که به عنوان مهمترین شبکه تروریستی در اون دوره
مطرح شد در سطح جهانی و بعد از اون در سال 2003 که شاهد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای حمله به عراق هستیم، طبیعتاً این دو کشور حوزه تعریف امنیت ملی را با مترادف کردن تهدیدات تروریستی در سطح بین‌المللی به یه شکل در واقع نشون دادن. این عبارت رو اگه بخوایم به خوبی توضیح بدیم اینه که محیط امنیت ملی هر کشوری طبیعتاً جزو فاکتورهای مؤثر در روش حکمرانی است. یعنی موقعی که در کشوری مثل افغانستان که سالیان سال شاهد جنگ‌های خونین بین مجاهدین و گروه افراطی طالبان بود، در یک مرحله، در یک مقطع زمانی از سال 1998 که ما شاهد استقرار طالبان در افغانستان میشیم، این امنیت، موضوع امنیت ملی یک سوال بزرگی رو در مقابل شهروندان و افرادی که مایل به ورود در امر حکمرانی در افغانستان هستن میکنه. ما الان شاهد این هستیم که افغانستان بعد از دو سال که طالبان مجددن برگشتن، هنوز مشروعیت بین‌المللی پیدا نکرده دولتش، ولی در مقابل اون کشور عراق که مورد حمله قرار گرفت الان در یک وضعیت باثباتی قرار داره. آماری که این مؤسسه بیان کرده، همونجوری که شما بهش اشاره کردید، از کاهش بسیار مؤثر فعالیت‌های تروریستی در این کشورها حکایت داره، ولی در مقابل در کشوری مثل بورکینافاسو این آمار 68% رشد داره. دلایل این امر اگه ما بخوایم به خوبی واکاوی کنیم، باید سه مرحله رو، سه موضوع رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یکی اینه که شعاع بحران در دو دهه اخیر از خاورمیانه به مناطق دیگه سوق پیدا کرده، بخاطر اینکه فعالیت‌های تروریستی زمانی که در شدیدترین حالتش هم در افغانستان و هم در عراق و سایر نقاط در خاورمیانه برمان کانون و بحران فعال میشه، تقریبا یک دهه طول میکشه که مدیریت اون بحران به خارج از اون حوزه منتقل بشه و اثرات خودش رو در امنیت سایر کشورها بذاره. مطلب دوم در رابطه با اینه که تنوع بخشی در فعالیت‌های تروریستی رو ما شاهد هستیم. این گزارش موقعی که بیان میکنه تروریسم در سطح بین‌المللی 22% افزایش پیدا کرده، اولا تروریسم از اون قالب نظامیش خارج شده، حتی به تروریسم اقتصادی هم رسیده که آماری که ما در رابطه با پولشویی، کلاهبرداری یا موارد جنایی که شاهدش هستیم، اینها در واقع تأثیرات اصلیش برمیگرده به اون کمرنگ شدن حوزه امنیت ملی این دو کشور که اثراتش رو هم در خاورمیانه گذاشت و هم در بخش مهمی از آفریقا که حالا بورکینافاسو رو اشاره کرده، نیجریه هم در واقع مرکز یک سری فعالیت‌های افراطی در حوزه تروریسم است. حتی در سودان هم ما همین رو شاهد هستیم. برخی از کشورها متاسفانه کانون فعالیت‌های تروریستی شدن در آفریقا و حتی در اروپا ما این رشد رو می‌بینیم. مطلبی که اینجا وجود داره اینه که بخش سوم عرایض من مربوط میشه به انگیزه مهم از ورود به فعالیت‌های تروریستی هست. یعنی ما شاهد افزایش انگیزه هایی هستیم که برخی از افراد به دلیل تأثیر پذیری از اون نقطه بحرانی که وجود داشته در کشورهای بحرانخیز مثل افغانستان و عراق، الان به نوعی خودشون رو درگیر یک سری فعالیت هایی کردن که در ماهیت خودش فعالیت تروریستی محسوب میشه. یکی از این مثال ها میتونیم در رابطه با روند غیر مشروع دونستن یا عدم مشروعیت دولت طالبان از طرف نظام بین‌الملل هستیم که هنوز نتونستن مشروعیت بین‌المللی پیدا بکنن این گروه. با این حال افرادی هستن که به طور مؤثر با افزایش جرم و جنایاتی که ناشی از کش و تولید و قاچاق مواد مخدر به اروپا هست، عملا خودشون رو در واقع عاملی برای توسعه تروریسم در این مناطق، در مناطق مختلف به ویژه اروپا و سایر بخش‌های جهان قرار دادند.